امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه امروز گفت نظامیان نمی توانند کشور را اداره کنند. مجاهد کورکور از بازداشت شدگان خیزش انقلابی که به اعدام محکوم شده از تماس و ملاقات محروم است و در سلول انفرادی نگهداری می شود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد به اتهامات سلبریتی های تبلیغ کننده شرکت کوروش کمپانی رسیدگی خواهد شد. یک زن با اتهام مواد مخدر در قزوین اعدام شده است. شبکه اجتماعی ایکس نشان آبی حساب رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی را حذف کرد. سازندگان ممنوع خروج شده فیلم کیک محبوب من نمایش این فیلم را به زنان با شرف و آزاده ایران تقدیم کردند. الکسی نابالنی مخالف سرشناس پوتین در زندان جان باخت. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل بر عزم خود برای تلاش خستگی ناپذیر تا آزادی همه گروگان‌های اسیر حماس تاکید کرد. شبکه NBC گزارش داد که آمریکا به یک کشتی نظامی ایران حمله سایبری کرده است. حزب الله شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که شمال اسرائیل را در پاسخ به کشته شدن غیر نظامیان هدف رگبار موشکی قرار داده است. دختر ابوبکر البغدادی گفت پدرش او را در سن 12 سالگی مجبور به ازدواج با محافظ شخصی خود کرد. یونان به عنوان اولین کشور مسیحی ارتودکس ازدواج همجنس را قانونی اعلام کرد. و نخستین کاوشگر یک شرکت خصوصی آمریکا برای فرود بر ماه از فلوریدا به فضا پرتاب شد. گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 16 فوریه 2024 میلادی برابر است با 27 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. در ادامه جمعه های اعتراضی در شهر زاهدان امروز 27 بهمن ماه نیز با وجود جو سنگین امنیتی در این شهر نماز جمعه با حضور گسترده اهل سنت زاهدان و ایراد سخنانی انتقادی از مولوی عبدالحمید ادامه یافت. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از روند گزینش مدیران و مسئولان در جمهوری اسلامی گفت اختلاسگران همان افرادی هستند که پیشتر در روند گزینش ها صلاحیتشان تایید شده و ادعا کردند که به اسلام التزام دارند. مولوی عبدالحمید از اینکه در انتخابات مختلف جمهوری اسلامی و در روند تعیین صلاحیت ها افراد شایسته و توانمند حذف می شوند انتقاد کرد و گفت نظامیان نمی توانند کشور را اداره کنند. او گفت سیاست هایی که در کشور اعمال می شود به بنبست رسیده و این سیاست ها به رغم اعتراض مردم تغییر نکرده و از این رو به گفته او مردم روحیه خود را از دست دادند. مولوی عبدالحمید با اشاره به اعتراضات سراسری مردم و بی پاسخ ماندن خواسته های معترضان گفت انتظار این بود که به خواسته های به حق مردم توجه شود، اما چنین نشد. او با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت زنان در ایران گفت هیچ مأموری حین بازداشت زنان حق ندارد که به آنها اهانت کند. به گفته او وقتی زنان بازداشت می شوند حتی اگر حجاب را رعایت نکرده باشند باید حرمتشان رعایت شود. امام جمعه زاهدان با اشاره به برخورد نامناسب با زنان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گفت باید کرامت انسانی آنها حفظ شود و حق دفاع و انتخاب آزادانه وکیل داشته باشند. سایت خبری هرانا گزارش داد که مجاهد کورکور از بازداشت شدگان خیزش انقلابی که اخیراً حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده در زندان شیوان اهواز محروم است. کورکور از زمان بازداشت در 29 آذر ماه سال 1401 تاکنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده کورکور نوشته که او از اسفند ماه سال گذشته تا کنون از برقراری تماس با خانواده محروم بوده است. نگار کورکور خواهر مجاهد کورکور اواخر دی ماه امسال با اشاره به اینکه برادرش از روز بازداشت در انفرادی است و هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارند از مردم خواسته بود که صدای برادرش باشند.
حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد که به اتهامات سلبریتی های تبلیغ کننده شرکت کوروش کمپانی رسیدگی خواهد شد. از صادق بوقی و خواهران منصوریان گرفته تا صدها بازیگر حکومتی همدستان مالک شرکت کوروش کمپانی معرفی شدند. شرکت کوروش کمپانی با تبلیغات گسترده توسط چهره‌های شناخته شده فرهنگی و ورزشی مدعی شده بود که گوشی موبایل آیفون را از طریق حذف واسطه ها به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا روز 27 بهمن ماه با تایید اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده، عنوان کرد با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو تن دیگر تحت تعقیب می باشند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد. پیش از این خبرگزاری تسنیم گزارش کرده بود که پدر مالک شرکت کوروش کمپانی به اتهام همدستی در این پرونده دستگیر و تحویل مقام قضایی شده است. حسین رحیمی با اشاره به اینکه برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کردند که به اتهامات آنها هم رسیدگی خواهد شد، از افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کردند خواسته برای تشکیل پرونده به پلیس امنیت اقتصادی فرجا مراجعه کنند. رسانه های حقوق بشری اعلام کردند که یک زن با هویت هاجر اتابکی بابت اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان قزوین اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده که حکم اعدام خانم اتابکی روز 30 دی ماه در سکوت خبری به اجرا درآمده است. این سازمان به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که هاجر اتابکی مادر یک فرزند بود و سال 97 از همسر خود جدا شده بود. وی از حدود 2.5 سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. این زن 41 ساله و اهل تبریز معرفی شده. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران این دومین زن است که اعدامش در سال 2024 تایید شده است. در پی خودداری عربستان سعودی از صدور مجوز برای زائران ایرانی بار دیگر سفرهای حج عمره لغو شدند. مقامات سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی روز جمعه 27 بهمن ماه با اشاره به تأخیر در صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران ایر به عربستان اعلام کردند که وجوه ثبت نام عمره گذاران به آنها بازگردانده می شود. به گفته غلامرضا رضایی معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت، هنوز هم مشخص نیست که این مجوز چه زمانی صادر می شود. شرکت شبکه اجتماعی ایکس پنجشنبه 26 بهمن ماه نشانه های آبی و طلایی را از حساب کاربری رسانه های دولتی جمهوری اسلامی از جمله پرس تیوی، تسنیم و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا حذف کرد. تاییدیه های آبی در ایکس نشان دهنده حساب هایی هستند که هزینه پرداخت می کنند و رنگ طلایی مختص سازمان های رسمی است. این اقدام با اعتراض جمهوری اسلامی روبرو شد، به طوری که شبکه خبری پرس تیوی آن را ناشی از فشار لابی اسرائیل خواند. پروژه شفافیت فناوری مستقر در واشنگتن روز چهارشنبه در گزارشی از مدیران ایکس برای ارائه خدمات ممتاز و پولی به حساب‌های وابسته به حکومت ایران انتقاد کرد و یادآور شد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در سپتامبر سال گذشته پرس تیوی، تسنیم و رسانه‌های وابسته به آنها را تحریم کرده است. سازندگان ممنوع خورش شده فیلم کیک محبوب من نمایش این فیلم را که در بخش مسابقه 74 دوره جشنواره فیلم برلین حضور دارد به زنان با شرف و آزاده ایران تقدیم کردند. بهداشت سنایی ها و مریم مقدم کارگردانان این فیلم در بیانیه ای که روز جمعه در آغاز نشست رسانه این فیلم در جشنواره فیلم برلین خوانده شد، نمایش افتتاحیه این فیلم را به زنان با شرف و آزاده این سرزمین یعنی ایران که همواره در صف اول همه تحولات اجتماعی بوده و هستند و در شکستن سد محکم تحجر و ایجاد تحول در کشور پیش قدم شده اند تقدیم کردند. رسانه ها و نهادهای بین المللی چندی پیش از ممنوع خورش شدن مریم مقدم و بهداشت صنایع ها خبر داده بودند. این هنرمندان در بیانیه‌ای که در نشست رسانه‌ای این فیلم توسط لیلی فرهادپور بازیگر زن فیلم خوانده شد،
به خطوط قرمز و سانسور در فیلمسازی در ایران اشاره و تاکید کردند ما به این باور رسیدیم که دیگر نمیتوان قصه زن ایرانی را با قوانین دست و پا بسته همچون حجاب اجباری تعریف کرد. به گفته مریم مقدم و بهتاش صنایع ها این دو هنرمند تصمیم گرفتند با شکستن تمام خطوط قرمز دست و پاگیر و با قبول عواقب این انتخاب سراغ ارائه یک تصویر واقعی از زن ایرانی که بعد از انقلاب اسلامی و تا به حال در سینمای ایران ممنوع بوده است بروند. در فیلم کیک محبوب من لیلی فرهادپور بازیگر زن آن بدون حجاب اجباری به ایفای نقش پرداخته است. در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز نهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. سرویس زندانهای روسیه اعلام کرد که الکسی ناوالنی، چهره برجسته اپوزیسیون این کشور و سرشناس‌ترین مخالف ولادیمیر پوتین، روز جمعه در پی از دست دادن هوشیاری در زندان جان خود را از دست داده است. ناوالنی 47 ساله بیش از یک دهه پیش با به تمسخر گرفتن ولادیمیر پوتین و نخبگان سیاسی روسیه و پوشش گسترده اتهامات مربوط به فساد و زورگویی‌های آنها در این کشور به شهرت رسید. سرویس زندان‌های فدرال منطقه خودمختار یامالوننس در بیانیه اعلام کرد که آقای ناوالنی بعد از پیاده روی در زندان خارب واقع در 1900 کیلومتری شمال شرق مسکو احساس ناخوشی کرد و بلافاصله از هوش رفت. بنا به این بیانیه کادر درمانی زندان بلافاصله در محل حاضر شدند و با یک تیم فوریت‌های پزشکی تماس گرفته شد و تمام اقدامات لازم برای احیا انجام شد که نتیجه مثبتی در بر نداشت و پزشکان مرگ ناوالنی را اعلام کردند. این بیانیه می‌افزاید که دلایل مرگ الکسی ناوالنی در دست بررسی است. دستیار ناوالنی با انتشار پستی را در رسانه‌های اجتماعی گفت مقامات روسیه اعترافاتی منتشر کردند مبنی بر اینکه الکسی ناوالنی را در زندان کشتند و افزود که هنوز راهی برای تایید یا اثبات صحت این موضوع در دست است نیست.
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل بر عزم خود برای تلاش خستگی ناپذیر تا آزادی همه گروگان‌های اسیر حماس تاکید کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای با اشاره به تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این دو علاوه بر گفتگو در مورد مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌ها، شرایط انسانی در غزه و احتمال عملیات نظامی اسرائیل در رفح را هم بررسی کردند. بر اساس این بیانیه جو بایدن با تکرار نظر خود درباره عملیات نظامی اسرائیل در رفح تأکید کرد که این عملیات نباید بدون یک برنامه معتبر و قابل اجرا برای اطمینان از امنیت و حمایت از غیر نظامیان انجام بشود. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل همچنین در مورد وضعیت کنونی غزه و ضرورت حصول اطمینان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان فلسطینی هم تبادل نظر کردند. شبکه NBC به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد که آمریکا اخیراً حمله سایبری علیه یک کشتی نظامی ایران انجام داده که در حال جمع‌آوری اطلاعات کشتی‌های باری در دریای سرخ و خلیج عدن بوده است. بر اساس گزارش این شبکه آمریکایی، این حمله سایبری که بیش از یک هفته پیش رخ داد، بخشی از پاسخ دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به حمله پهپادی شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران بود که در اواخر ماه گذشته میلادی سه نظامی آمریکایی را در اردن کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد. همچنین هدف از این عملیات ایالات متحده جلوگیری از توانایی این کشتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کشتی‌های باری با شبه نظامیان حوثی یمن بوده که به کشتی‌های باری در دریای سرخ حمله می‌کنند. مقامات آمریکایی میگویند که اطلاعاتی که ایران به حوثی ها میدهد موجب میشود که حملات آنها مؤثر باشد. یکی از مقامات آمریکایی با اطلاع از این حمله سایبری گفت که این عملیات بر روی یک کشتی ایرانی به نام MV بهشاد انجام شده است. سایر مقامات آمریکایی از افشای نام کشتی خودداری کردند. همزمان با تداوم بمباران غزه از سوی اسرائیل و افزایش نگرانی‌ها از گسترش دامنه این جنگ، حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در شامگاه پنجشنبه 26 بهمن ماه به کشته شدن دست کم 5 تن از اعضای حزب الله و جنبش عمل انجامید که این خبر از سوی این دو گروه تایید شد. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی بعد از نیمه شب گذشته منازلی را در شهرک‌های ناقوره، جبل اللبونه، الما الشعب، تایر حرفا و یارین هدف قرار دادند که خسارات سنگینی را به اموال و محصولات کشاورزی هم به دنبال داشت. در این حملات خانه‌ای در شهرک القنطره هدف قرار گرفت که 3 کشته بر جای گذاشت. به گزارش فرانس پرس، حزب الله صبح جمعه 27 بهمن ماه در پی تشییع پیکر کشته شدگان از کشته شدن 2 تن از اعضای خود خبر داد. حزب الله شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که شمال اسرائیل در پاسخ به کشته شدن غیر نظامیان هدف رگبار موشکی قرار داده است. بعد از مصاحبه اختصاصی اسماء محمد، همسر ابوبکر البغدادی، سرکرده سابق داعش با العربیه، دختر البغدادی هم مطالب جدیدی را مطرح کرد. امیمه، دختر سرکرده کشته شده داعش، از بازداشتگاه خود در عراق گفت که چگونه پدرش او را در سن 12 سالگی مجبور به ازدواج با محافظ شخصی خود کرد. به همچنین در مصاحبه با العربیه جزئیات روزهایی را که در میان اسرای زن در لانه‌های خلیفه ادعایی گذرانده بازگو کرد. طبق گفته همسر البغدادی، او با بیش از 10 زن اسیر ایزدی رابطه داشت و البغدادی و هوادارانش به قدری زنباره بودند که دستگاه خلافت ادعایی خود را عملاً به دولتی برای زنان و اسرای زن تبدیل کردند. طبق گفته امیمه، ابوبکر البغدادی که بعدها به عنوان سرکرده داعش شهرت یافت، با 4 زن ازدواج کرد و 11 فرزند داشت. برندگان عشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. ازدواج همجنسگرایان در یونان قانونی شده است. پارلمان یونان با 176 رأی موافق در مقابل 76 رأی مخالف به این مسببه رأی داده است. با تصمیم پارلمان، یونان اولین کشوری با اکثریت ارتدوکس مسیحی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی می کند. و اساس این قانون، زوجهای همجنس اکنون می توانند فرزند خوانده داشته باشند. یک فضاپیمای ساخته شده از توی شرکت هوافضای هوستن اینوواتیو ماشینز در روز پنجشنبه از فلوریدا به فضا پرتاب شد تا اولین حضور آمریکا در بیش از نیم قرن گذشته روی ماه و اولین کاوش از توی یک فضاپیمای خصوصی را انجام بدهد. این کاوشگر حامل سرنشین نیست، بلکه محموله‌های علمی و تجاری را حمل می‌کند. بر اساس اظهارات مدیران شرکت اینوواتیو ماشین، انتظار می‌رود که فرودگر اودیسیوس بعد از طی مسیر چند روزه در روز 22 فوریه آماده فرود روی سطح ماه باشد. اگر این فرودگر با موفقیت به سطح ماه برخورد کند، اولین بازدید فضایی توسط یک شرکت خصوصی را رقم خواهد زد. همچنین این فرود به عنوان اولین مأموریت فضایی ایالات متحده از زمان بازدید فضانورد آپولو از ماه در سال 1972 خواهد بود. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.